تو افکن بر روی این جهان، یاد آور از آن روزگاری کآسود از برد تیغت هر کرم، در سایه از جان می فشانی از دشمنان جان می ستانی، ما وارث ملک کیانی همیشه خواهیم وطن را از دل و جان. عرض درود و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و مهربون، امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فراد متقی هستم از اخبار خاموش که بازم در خدمت شما هستم با یک بخش خبری ویژه. امروز یه داستانی داریم که فکر کنم براتون خیلی جذاب باشه، به خاطر اینکه یکی از بحثایی که به عنوان کانسپیرسی تئوری تا الان معروف بوده و خیلی از حالا کسایی که در موردش صحبت می‌کردن تهمت بهشون زده می‌شد که آقا شما دارید تئوری توطئه رو جلو می‌برید و غیره، الان تقریبا میتونم بگم که اثبات شده است. امروز میخوام به اون بپردازیم، امیدوارم که این بخش خاص مورد پسندتون واقع بشه. اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطف کنید گزینه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید که بیشتر با هم دیگه باشیم، و اینکه در هر زمان که ویدیو رو یا همه ویدیوهای کانال لایک بزنید کمک میکنید که اخبار درست و بدون سانسور رو دست اول به فارسی زبانان بیشتری در اینترنت پیشنهاد داده بشه. اما بریم سراغ این ویدیوی خاص که برای شما دوبله میکنم به صورت همزمان. Good evening and welcome to Tucker Carlson Tonight. If you had told us just 4 days ago that the Biden administration was funding secret bio labs in Ukraine of all places, we would not have believed you. Yeah, I don't think we're میگه به برنامه تاکر کارلسون خوش اومدید. اگر شما 4 روز قبل به ما میگفتید که دولت ایالات متحده داره سرمایه‌گذاری میکنه روی سر از لابراتوارهای بیولوژیکی، اونم در بین همه جای دنیا در اوکراین، قاعدتا حرفتون رو قبول نمی کردیم. قاعدتا در مورد این نمی بدیم توی تلویزیون حتی برنامه چیزی هم درست بکنیم. Then if you told us that not only did the administration fund these secret bio labs in Ukraine. بعد اگه به ما میگفتین که نه تنها که دولت ایالات متحده اومده سرمایه‌گذاری کرده روی سری از این لابراتوارهای بیولوژیکی در اوکراین، But that they then failed to secure the deadly contents of those labs before the Russian invasion, an invasion they knew was coming, an invasion. و نه تنها که سرمایه‌گذاری کرده بلکه عرضه اونو نداشته و توانایشو نداشته که از محتویات مرگبار یا خطرناک و مرگبار داخل این لابراتوارها محافظت کنه، با توجه به اینکه روسیه حمله کرده، حمله که اینا میدونستن داره انجام میشه، حتی یه جورایی هم تشویق کردن که این حمله روسیه و اوکراین انجام بشه. If you had told us that 4 days ago we'd have dismissed you as a nut. اگه 4 روز پیش شما همچین حرفی رو می‌زدین قاعدتا ما به عنوان آدم اسکل از کنار شما رد می‌شدیم و شما رو مرخص می‌کردیم. It was just too preposterous. We would not want anything to do with a story like that. There was no way it could be true. کاملا یه مسئله مضحک به نظر می‌رسید و ما هیچ موقع نمی‌خواستیم که همچین سر و کاری با یه همچین موضوعی داشته باشیم، چون به نظر می‌رسید که به هیچ عنوان نمی‌تونه درست باشه. Too far out. خیلی خارج از خط بود، خیلی فالش بود. به یه حالتی کلا ما میدونستیم که این داستان کاملا غلطیه. از کجا میدونستیم؟ خب به خاطر اینکه ما روزنامه USA Today رو میخوندیم، روزنامه آمریکاییه. Within hours of the Russian invasion, USA Today published a rebuttal to all those crazies who are yammering on about secret Ukrainian biolabs. فقط چند ساعت از حمله روسیه به اوکراین گذشته بودش که USA Today مطلبی رو منتشر کرد در رد تمام این ایده‌های احمقانه و دیوانه‌وار آزمایشگاه‌های مخفی بایولب در اوکراین. تیترش این بوده: False claim of US biolabs in Ukraine tied to Russian disinformation campaign. اومدن حقیقت رو بررسی کردن، بررسی حقیقت انجام دادن و گفتن این ادعای غلطیه که آزمایشگاه های آمریکا در اوکراین وجود داره. میگن این همش برمیگرده به اطلاعات یا دیس انفورمیشن یا اطلاعات غلطی که روسیه براش کمپین تشکیل داده. So if you look carefully at the story, and we did because we were interested, you notice that this fact check
was sourced to Ukrainian government unnamed officials. یا اگه شما یه مقدار گیر بودین و میرفتید تو داستان عمیق‌تر نگاه می‌کردین که ما انجام دادیم، می‌بینید که سورس این خبره برمیگرده به یک سری از مقام‌های ناشناس اوکراینی، یعنی میگن که یه سورسی داره که نخواست نامش فاش بشه تو همایه‌ها. And then Biden State Department officials. So these were... و بعد از اونم خود اعضای کابینه خود بایدن. Not exactly objective sources on this subject, but still. میگه اونا حالا خیلی مورد نظر نباید باشن برای تکذیب کردن خبر، چون مزان اتهامن اونا دیگه. میگه ولی به هر حال The story seemed definitive. It was totally emphatic. داستان به نظر خیلی با تأکید به نظر می رسید. داستان به نظر خیلی محکم می اومد. Russia has teamed up with China to further amplify the false claim of U.S. labs in Ukraine. USA Today زده میگه روسیه و چین با هم دیگه دارن همکاری میکنن، تیم کشی کردن تا این ادعاهای غلط در مورد آزمایشگاه یا لابراتوارهای بیولوژیک روسیه آمریکا در اوکراین رو بخوان این شایعاتش رو بیشتر گسترش بدن. اوکی. خیلی خوب. USA Today says it's Russian disinformation. USA Today میگه این همون اطلاعات غلط روسیه است. Maybe it is. شاید یه همچین چیزی باشه. To the next story. حالا باید وایسیم برای داستان بعدی. But the fact checks didn't stop. That was weird. We kept seeing the same fact check again and again. میگم چیز غلط اینه که این بررسی حقیقت یا این حقیقت سنجی تموم نشد. هی میدیدیم هر روز و هر لحظه داره یه دونه حقیقت سنجی دیگه میشه و همه دارن رد میکنن. It was almost like despite endless official clarification, some people refused to believe the Biden administration. به نظر میرسه علیرغم تمام شفافیت سازی هایی که مقامات بایدن انجام دادن، هنوزم مردم به این اتفاق، یعنی به گفته اونها، باور و اعتماد نداشتن. بر همین مثلا داشتن سعی میکردن هی فکت چک بیارن. They preferred Russian propaganda instead. And we assume they must be QAnon members. We assume that because Foreign Policy magazine told us that. میگه اونا پروپاگاندای روسیه رو ترجیح میدادن، ما فکر میکنم این کار کیوانان باشه، همون گروه معروفی که طرفدارای ترامپ و پاتریوتای آمریکا هستن. میگه فکر کنم کار کیوانان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فارین پالیسی به ما اینجوری گفته بود. According to foreign policy, QAnon, whatever that is, was frantically disseminating quote false claims of US biowarfare labs in Ukraine. بله، فارم پالیسی گفته بوده که کیوانان کسایی هستن که دارن این ادعای غلط رو در رابطه با همین لابراتوارها و همین تشکیلات که صحبت کردم در مورد ایالات متحده در آمریکا دارن پخش میکنن. Those labs obviously didn't exist. It was all just another lie from the Russians who lie for a living. خب مطمئن بودیم که این آزمایشگاه وجود نداره. اینا قاعدتا یه دروغ دیگه است از مقامات روسیه که کلا اینا زندگی میکنن واسه اینکه دروغ بگن. Then the European Union weighed up. حالا بعد از این اتحادیه اروپا پاشو گذاشت شلو. Credibility behind the same claim. These are conspiracy theories. اونا هم سعی کردن اعتبار این ادعا رو زیر سوال ببرن و همین که آقا اینا پروپاگاندای روسیه است. EU told us they're lies spread by Putin. گفتن اینا دروغایی که توسط پوتین داره اشاعه پیدا میکنه. An EU spokesman then reminded us that quote the credibility of information provided by the Kremlin is in general very doubtful and low. سخنگوش هم بگش گفتش که اعتبار اطلاعاتی که توسط کرملین، کاخ کرملین تهیه میشه، به صورت عمومی خیلی شک برانگیز و از اعتبار بسیار پایینی برخورداره. That was good to know. خب خیلی خوب بود که ما اینو حداقل فهمیدیم. Quote, Russian disinformation has a track record of promoting manipulative narratives about biological weapons and alleged secret labs. گفتن که این رویترز هم چاپ کرده، گفتن اطلاعات غلط روسی ها یک رکورد خیلی جالبی داره در مورد بازی کردن با اطلاعات و دستکاری کردن اطلاعات و درست کردن اون چیزی که خودشون از اطلاعات دوست دارن درباره سلاح‌های بیولوژیک و یا همچنین آزمایشگاه‌های مخفی بیولوژیک فرضی. We're not going to do a segment about secret labs in Ukraine. قاعدتا ما نمیام تو برنامه یه بخشی در مورد آزمایشگاه مخفی در اوکراین درست کنیم که. Last thing we want to do on this show is traffic in Russian disinformation spread by QAnon. So میگه قاعدتا تنها کاری که ما تو این برنامه نمیخوام بکنیم اینه که ما اطلاعات غلط روسیه رو بیاریم اینجا، اطلاعات غلط روسیه‌ای رو که QAnon دارن پخشش میکنن.
We took a pass on that story. خب ما بیخیال این داستانه شدیم. And that's where things stood until yesterday when we happened to tune into a hearing of the Senate Foreign Relations Committee. Torian Newland was telling. میگه کلا داستان همینجوری بود تا دیروز که ما یه استماعی رو در کنگره شنیدیم که توری نولان رفته بود اونجا صحبت کنه. قرار بودش اونجا بره شهادت بده که داستان خیلی جالب شد. Newland's one of the people who brought us the Iraq War. Never apologized for that. خانم نولان یکی از کسایی که باعث جنگ عراق و آمریکا شد و هیچ موقع به خاطرش عذرخواهی نکرد. نه تنها عذرخواهی نکرد بلکه هی ارتقا هم پیدا کرد، رفت بالا به خاطر اینکه کلا تو واشنگتن دی سی همه چیز همین جوریه. این جمهوری اسلامی میمونه دیگه، هر آخوندی که گند میزنه یه درجه میدن میره بالاتر. Troy Newland is now Joe Biden's undersecretary of state in charge of Ukraine. الان این خانم نولان معاون وزارت امور خارجه آمریکا و مسئول کشور اوکراینه که خیلی اطلاعات زیاد هم در مورد اوکراین داره. In 2014, Troy Newland engineered a coup in Ukraine. خانم نولان سال 2014 یه کودتا رو در اوکراین پایه‌ریزی کرد. Name of democracy. البته به نام دموکراسی. Of course. So she is a highly informed source about Ukraine. خوشون یک منبع قابل اطمینان و بسیار مهم در مورد اوکراین هستش، منبع اطلاعاتی. So she was having this colloquy with Senator Marco Rubio of Florida during. ایشون این گفتگو رو با سناتور مارکو روبیو از فلوریدا داشته. And at one point Rubio took a tack that we were not expecting at all. میگه اون وسط یهو یه حمله کردش روبیو که هیچ کس انتظار اونو نداشت که یه همچین چیزی رو بگه. He asked Newland if Ukraine had biological weapons. از خانم نولان پرسیده که آیا اوکراین آزمایشگاه بیولوژیکی داره؟ We never imagined Ukraine would have biological weapons. Why would Ukraine have bioweapons? اصلا فکر نمی‌کردیم اوکراین آزمایشگاه بیولوژیکی داشته. اصلا چرا اوکراین باید آزمایشگاه بیولوژیکی داشته باشه؟ So it seemed like a pretty strange question. به نظر من اصلا این سوال خیلی عجیب و غریبی اومد. But it wasn't half as shocking as the answer he got. اما سوالش حتی نصف اون جوابی که بهش داد عجیب و تعجب آور نبود. Watch what Troy Newland said. گوش کنیم ببینید که نولان چی گفته. Does Ukraine have chemical or biological weapons? Ukraine has ازش پرسیدش که آیا اوکراین آزمایشگاه‌های بیولوژیک داره؟ میگه اوکراین biological research facilities. دقت کنید که چقدر داره سعی میکنه با احتیاط کلمات رو کنار هم بچینه. میگه اوکراین آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژیک داره. حالا فرقش چیه رو خودتون میدونید. منظورم اینه که هیچ فرقی با هم نداره. In fact, we are now quite concerned Russian troops, Russian forces may be seeking to gain control of. So میگه داره که ما الان نگرانیم که ممکنه ارتش روسیه و سربازا در پی این باشن که کنترل اون آزمایشگاه بیولوژیک رو بر عهده بگیرن. We are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approach. میگه ما الان داریم همکاری تنگ و تنگ میکنیم با مقامات اوکراینی که بتونیم یه کاری بکنیم که اون محتویات داخل این مرکز به دست سربازها یا دست دولت روسیه نیفته. حالا خودتون عمق فاجعه رو ببینید. Does Ukraine have biological weapons? Ukraine has biological research facilities. میگه اوکراین آزمایشگاه لابراتوار مخفی بیولوژیکی داره. بعد میگه که نه، اوکراین آزمایشگاه تحقیقاتی بیولوژیکی مخفی داره. What? چی؟ You mean secret biolabs? منظورت لابراتوارهای مخفی بیولوژیکیه؟ Like the secret biolabs Ukraine definitely doesn't have? منظورت همون آزمایشگاه مخفی بیولوژیکیه که اوکراین نداره؟ همونا رو داره؟ همونا که میگی نداره همونا رو داره؟ Ukraine has those? Yes, it does. اوکراین از اونها داره؟ بله داره. And not only does Ukraine have secret biolabs, Troy Newland said. توری نولان میگه که نه تنها که آزمایشگاه‌های
بیولوژیکی داره اوکراین، بلکه حالا چی کار دارن اونجا میکنن انقدر خطرناک هست، انقدر خطرناک هستش که خود خانم نیولان میگه که خیلی نگرانم که اون مواردی که ایشون میگه موارد تحقیقاتی might fall into the hands of Russian forces. ممکنه بیفته دست نیروهای روسی. Trying to use profanity on the air to describe our reaction. یه خیلی دارم سعی میکنم که الان تو پخش زنده فوش ندم که بخوام ریاکشنمو یه جوری واکنش نشون بدم. Our jaws drop. Let's leave it there. یه فکامون افتاد ولی بذاریم همونجا بمونه. Under oath in an open committee hearing. تحت سوگند در یک کمیته باز یعنی همیتونن شرکت کنن در کمیته باز استماع. Newland just confirmed that the Russian disinformation they've been telling us for days is a lie and a conspiracy theory and crazy and immoral to believe. خانم نولان ثابت کرد که اون اطلاعات غلطی که روسیه داره به ما میگه و اینا هر روز داشتن تکذیبش میکردن، میگفت هم چیزی وجود نداره و خیلی احمقانه است اگه آدم به همچین چیزی فکر کنه. Is in fact totally and completely true. در حقیقت کاملا و چی بگم ولو به تمام معنا درست بوده. Whoa. You don't hear things like that every day in Washington. Talk about a showstopper. And a dozen questions instantly jump to mind. شما معمولا هر روز تو واشنگتن دی سی نمیتونی همچین چیزی بشنوید و بلافاصله حتما وقتی همچین چیزی رو میشنوید یه عالمه سوال میاد تو ذهنتون. What exactly are they doing in these secret Ukrainian biolabs? حالا خدایش دارن تو این آزمایشگاه‌های بیولوژیکی اوکراین چیکار میکنن؟ Ukraine is the poorest country in Europe. It's hardly a hotbed of biomedical research. اوکراین فقیرترین کشور اروپا است. به سختی حتی اینا آزمایشگاه‌های پزشکی دارن اینجا. منظور آزمایشگاه‌های تحقیقات پزشکیه. We're assuming these weren't pharmaceutical labs, probably not developing new leukemia drugs. میام فرض میکنم که آزمایشگاه‌های دارویی نبودن، قاعدتاً دنبال تحقیقات برای پیدا کردن داروی سرطان خون هم نبودن. From your answer, Tori Newland, we would assume because you all but said it that there is a military application to this research that they are working on. میگه از جوابت معلومه خانم نولان که این داستان هرچی هستش داستان نظامی پشتش هستش، یعنی تحقیقات برمیگرده به تحقیقات نظامی که مربوط به این حالا بایولبا. Again, your answer suggests that. منظور اینه که این آزمایشگاه داشتن سلاح‌های بیولوژیکی تولید می‌کردن. میگه خود جواب تو داره این پیشنهاد رو به ما میده که داستان اینجوری بوده. Why would we fund something like that in Ukraine? چرا باید ما که میگه منظور دولت ایالات متحده است بیاد پولی همچین چیزی تو اوکراین بده؟ And why didn't you secure the contents of these biolabs before the Russians arrived as you knew they would? و بعد اینکه چرا شما نمیدی محتویات داخل این آزمایشگاه بیولوژیک رو یه جورایی امن کنید؟ خب معمولا یا میسوزونن یا از بین میبرن یا انتقال میدن. با توجه به اینکه آمریکا روسیه داشتن حمله کرده بودن، شما میدونستید که امروز فردا کلهشون اینجا پیدا میشه. و بعدم که چرا راتو میکشی میری شروع میکنی به مردم در انظار عمومی دروغ تحویل میدی؟ If the quote research materials in these labs were to escape somehow, and you seem very concerned about that. اگر که ممکن بود که این موادی که داخل این آزمایشگاه هستش یه جورایی فرار کنه از دست، یعنی منظور اینکه آزاد بشه، و به نظر میرسه که این امکان پذیر بود از اون نگرانی که تو داری. What would be the effect on Ukraine and then on the rest of the world? به نظر چه تأثیری روی اوکراین میتونست بذاره یا روی بقیه دنیا؟ How can we prepare for the consequences of that? چجوری ما میتونیم آماده باشیم برای عواقب این اتفاق؟ یعنی فرض کن یه پاندمی جدید بیاد، بگن آمریکا تو اوکراین داشته چیزی میساخته، روسیه اومده حمله کرد، اون در رفته، نصف دنیا مردن. Shouldn't we be preparing? که این چیزایی که باید شما در موردش نگران باشین، آیا باید خودمون برای چیزی آماده بکنیم؟ Because as it turns out, we've just spent the last 2 years living with a pathogen that began in another foreign biolab funded by the United States government secretly. میگه چون اینجوری که مشخصه ما 2 سال الان درگیر یک بیماری وحشتناکی هستیم که
این هم توسط دولت آمریکا در یه سری آزمایشگاه‌های بیولوژیک در یه جای دیگه دنیا سرمایه‌گذاری شده بوده. منظورش ویروس چینیه. So this question is on our mind, it seems fair. خب این سوال به ما میگه که تقریبا حق با ماه و این خطره وجود داره. Now that's some of what we would have asked if we were US senators, which we're not. حالا یه سری از این سوالا همینه بود که من گفتم که اگر ما سناتور ایالات متحده بودیم قطعا یه دون از این سوالا رو میپرسیدیم که حالا میگه ولی متاسفانه که نیستیم. Yes, there's a time limit be damned because this is kind of important. بله درسته وقت همیشه تو این جلسه محدوده اما لعنت به وقتی که محدوده چون این سوالا خیلی مهمه. But Rubio did not ask those questions, instead he changed the subject. اما روبیا این سوالا رو نپرسید بلکه تازه اومد بحثو عوض کرد و برد سمت اینکه Once again that Vladimir Putin is bad. برد سمت اینکه ولادیمیر پوتین چقدر بده. Watch. نگاه کنید. If there's a biological or chemical weapon incident or attack inside of Ukraine, is there any doubt in your mind that 100% it would be the Russians that would be behind it? اگر هر حمله بیوشیمی یا بیولوژیکی در اوکراین بشه آیا شما مطمئنید که 100% روسیه پشت این داستان قرار داره؟ There is no doubt in my mind, Senator, and it is classic Russian technique. میگه هیچ شکی تو این موضوع ندارم در ذهنم و این یک تکنیک کلاسیک روسیه. To blame on the other guy what they're planning to do themselves. که سعی میکنن همیشه اون کاری که میخوان انجام بدن به خاطر اون کار طرف مقابل رو سرزنش کنن. Okay, just get a pen. یه خودکار بردارین بیارین. It's a classic Russian technique. این یه تکنیک کلاسیک روسیه. To blame on the other guy what they are planning to do themselves. That's what که طرف مقابل محکوم بکنن به اون کاری که خودشون قراره انجام بدن. We almost laughed out loud. میگه این حرفی که نولان زد و ما هم کل تقریبا به این حرفش خیلی بلند بلند خندیدیم. So what you're saying, Torian Newland, if for example you were funding secret biolabs in Ukraine, but میگه این چیزی که داره میگه یعنی که اگر شما مثلا داشتید یه سری آزمایشگاه مخفی لابراتوار بیولوژیکی در اوکراین رو سرمایه‌گذاری می‌کردید روش و می‌خواستید از آدمایی که دارن پولش رو میدن کسایی که شما به خاطر اونها اصلا تو این شغل هستین دارید کار می‌کنید می‌خواستید اونو مخفی کنید then you might lie about it by claiming the Russians were lying about it. شما قاعدتا میمدی در مورد اون اینجوری دروغ میگفتی که روسیه دارن در مورد این مسئله دروغ میگن. In other words, you might mount a disinformation campaign by claiming the other guy was mounting a disinformation campaign. یعنی شما در حقیقت میمدی یه کمپین ضد اطلاعات یا اطلاعات غلط میزدید واسه اینکه بگی طرف مقابل داره اطلاعات غلط میده. این نولا همین کار کرده دیگه. الان بحث سر همینه. کلا اومده گفت همچین چیزی وجود نداره. حالا گندش در اومده. تو همون جمله که داره میگه گندش در اومده داره میگه آقا ما اونجا داریم میترسیم روسیه بیان اونجا حمله کنن و این آزاد بشه حالا اگه دقت کنید بعد از اینم مرتب تو رسانه اومدش که آقا روسیه میخواد حمله بیولوژیکی بکنه سلاح شیمیایی استفاده کنه در صورت اینکه میخواد بکنه یا نه نمیدونم ولی اینجوری که خودشون دارن میگن نگرانن که این بیماریه زده باشه اومده باشه بیرون و چون میترسن که آدمای مختلف بگیرن بعد با این موج پناهنده ها از یک کشور به یک کشور دیگه بره دوباره دنیا آلوده بشه هنوز نمیدونن اتفاق قرار بیفته یا نه ضرر که نداره میگن روسیه میخواد همچین سلاحی استفاده کنه که اگر یه موقع هم گندش نمواد بگم ما گفته بودیم روسیه میزنه که روسیه بوده. Is that what you're saying, Tory Newland? این همون حرفی که داری میزنی؟ Pretty funny. خیلی خنده‌دار. What's not funny is that this is all entirely real. یه چیزی که خنده‌دار نیست اینه که کل داستان بسیار واقعیه. We invited Marco Rubio on the show tonight to tell us what he knows about these biolabs. یه مارکو رویو رو دعوت کردیم شب بیاد به برنامه و به همون بگه چی میدونه در مورد این آزمایشگاه‌های بیولوژیک. اما ایشون مخالفت کرد که بیاد هنوز این دعوت به سر جای خودش باقیه. In the meantime, let's review what little we do know about this. اما تو این فرصت بیایم ببینیم که در مورد این مسئله چی میدونیم. We're going to start with a spokesman for the Russian Defense Ministry. میگه برای اینکه شروع کنیم میریم صحبت سخنگوی روسیه رو میشنویم در این رابطه. Sunday. Now we would never do this. We never played anything like this on the show.
میگه روز یک شنبه صحبت کرده بوده، ما هیچ موقع تا این کارو نکردیم، همچین چیزی هیچ موقع نیومدیم تو برنامه‌مون به نمایش بگذاریم. We're Americans. میگه به خاطر اینکه خب معلومه آمریکایی بودیم، آمریکایی هستیم. We want to know what's going on. We ask our own officials, the people we elect and whose salaries we pay, cuz بخوام چیزی رو بدونیم میریم از مقامات خودمون میپرسیم، کسی که خودمون بهشون رأی دادیم، انتخابشون کردیم، کسی که داریم حقوقشون رو خودمون میدیم. It's our country. We don't go to چون اون آمریکا کشور ماه. نمیریم سراغ منابع خارجی. Cuz we trust our own sources first. برای اینکه به منابع خودمون معلومه که بیشتر اعتماد داریم. But when it turns out the people who represent us and run our government are lying to us. اما وقتی به نظر میرسه آدمایی که ما خودمون انتخابشون کردیم و بهشون رأی دادیم دارن به ما دروغ میگن. And never apologize for it. و هیچ موقع به خاطر اون دروغ عذرخواهی نمیکنن. And doing horrific things in our names. و کارهای بسیار وحشتناکی رو دارن به نام ما انجام میدن. Then you have to open your mind a little bit and at least assess what other people are saying. So here was پس باید یه مقدار چشاتون رو باز کنید و یا حداقل برید نگاه کنید، ارزیابی کنید که بقیه دارن در مورد این موضوع چی میگن. The Russian claim. Watch. این ادعای روسیاست. دقت کنید. During the course of the special military operation, facts were uncovered of the Kyiv regime mopping up traces of military biological program under development in Ukraine, financed by the U.S. Defense Ministry. میگه در این عملیات ویژه‌ای که در اوکراین انجام دادن تونستن کشف بکنن که ایالات متحده و اوکراین داشتن اثرات باقی مونده از سلاح‌های بیولوژیکی رو که در مراکزشون بوده رو داشتن یه جوری اثراتش از بین می‌بردن، این مرکزی که توسط ایالات متحده و وزارت دفاع ایالات متحده در حقیقت سرمایه‌گذاری شده بوده و پولش از اونجا می‌اومده. Okay, so that apparently we hadn't seen that until this afternoon we started poking around. That may have میگه ما اینو تا امروز بعد از اون ندیده بودیم، تا بعد شروع کردیم می‌خورم چه انگولک کردن و دنبال این داستان گشتن. Been the root of the conspiracy theories that the fact checks told us were Russian disinformation. قاعدتا این ریشه اون اطلاعاتی بوده که بعداً رسانه‌های آمریکا اومدن حقیقت سنجی کردن و بعد گفتن که کلش کشکه و دروغه. Let's quote it. Military biological programs are under development in Ukraine financed by the US Defense Ministry. That's the Russian claim. بذار یه بار دیگه بگیم، ادعای روسیه اینه که برنامه‌های بیولوژیک نظامی که در حال توسعه بوده در اوکراین توسط وزارت دفاع ایالات متحده سرمایه‌گذاری شده بوده. این ادعای روسیاست. Separately, a Russian foreign ministry spokesman said the Ukrainians are working on deadly pathogens including plague and anthrax. سخنگوی وزارت خارجه روسیه به طور جداگانه گفت که اوکراینیا در حال کار بر روی پاتوژن‌های مرگبار از جمله طاعون و سیاه زخم هستند. Is that true? Now obviously we would not take Russia's word for that. میگه حالا این درسته؟ خب معلومه که ما نمی‌خوایم حرف روسیه رو در این رابطه قبول کنیم که. At ever. به هیچ عنوان. But we don't have to take Russia's word for that. اما مجبور نیستیم حرف روسیه رو در این رابطه قبول بکنیم. The US Defense Department has a website that contains this media clip about the opening of a biological research facility. خود سایت وزارت دفاع ایالات متحده یک کلیپی داره که در رابطه با بازگشایی یک مرکز بیولوژیک در اوکراین هستش که این کلیپش برای سال 2010ه. In Ukraine in 2010. Quote, U.S. Senator Dick Lugar applauded the opening of the interim Central Reference Laboratory in Odessa, Ukraine this week. سناتور آمریکایی دیک لوگار افتتاح آزمایشگاه مرجع موقت مرکزی در اودسای اوکراین در این هفته رو تبریک گفته. Announcing that it will be instrumental in researching dangerous pathogens used by bioterrorists. اعلام کرد که در تحقیق پاتوژن‌های خطرناک مورد استفاده توسط بیوتریست ها میتونه این مرکز خوب کار کنه، در این زمینه میتونه مفید باشه. The level 3 biosafety lab will be used to study anthrax, tularemia and Q fever as well as other dangerous pathogens.
آزمایشگاه ایمنی زیستی سطح 3 برای مطالعه تولیمری، سیاه زخم و تب کیو و همچنین سایر پاتوژن‌های خطرناک استفاده خواهد شد. Then the National Pulse dug up a 2011 report from the US National Academy of Sciences. یه بعدش قضیه نشنال پالس به وجود اومد، سال 2011 گزارشی که از وزارت علوم میتونم بگم وزارت علوم ایالات متحده منتشر شده بود که این بوده که That also explained that the Odessa based laboratory quote is responsible for the identification of especially dangerous biological pathogens. که توضیح دادش که اون آزمایشگاهی که در اودسا واقع شده بسیار بله که بسیار خطرناکه، گفته مسئول شناسایی بیماری‌های بسیار خطرناک بیولوژیکی هستش. So what we're doing, this is not the first time you've heard this story. خب ما اینجا کاری که داریم میکنیم اینه که اول بگم که این داستان دفعه اول نیست که داریم میشنوین. We are funding the creation of deadly pathogens so we can study them and prevent people from getting infected with them. ما داریم این سری بیماری‌های خطرناک رو میسازیم تا روشون مطالعه کنیم و مطمئن بشیم که مردم این بیماری‌های خطرناک رو نمیگیرن. Maybe. شاید. There are lots of examples of this. خیلی در این مورد میشه مثال مختلف زد. The US embassy in Ukraine has a handy webpage explaining that American and Ukrainian scientists have worked on a whole bunch of different experiments like this. سفارت آمریکا در اوکراین یه صفحه داره در اینترنت که یه عالمه توش مثال زده از کارهای مشترکی که آمریکا و اوکراین با همدیگه در این زمینه انجام دادند. یه سری داستان مختلفی بوده. Some of the projects include work on African swine fever virus, hemorrhagic fever virus. یه ویروس‌های مثل تب خوکی آفریقایی و ویروس تب خونریزی و و همچنین انواع ویروس‌های تنفسی پرندگان. The interesting thing, the telling thing is that the US embassy's website also contains links to fact sheets. میگه نکته جالبش اینه که سایت سفارت ایالات متحده حتی یه لینک هایی هم داره که میره به اون شیت های اصلی اطلاعاتی که در اون معمولا خیلی جزئیات بیشتری نوشته شده که جزء اونا اون حمایت هایی که ایالات متحده از این آزمایشگاه انجام داده، پول، تجهیزات یا مواد اولیه اگر باشه، چیزی باشه، همش تو اون فرما هست. But all those links are now dead. ولی الان هیچ کدوم از اون لینک ها باز نمیشه. That's weird. It's our government. We pay for it. خب این خیلی عجیب و غریبه. این دولت خودمون، ما داریم پول میدیم بابتش. They're there in our name. اونا دارن به اسم ما اونجا کار میکنن یا در حقیقت به خاطر وجود ماست که اون اونجا سر کارن. In the name of American citizens. به خاطر شهروندان آمریکایی. But we can no longer read their webpage. ولی ما دیگه نمیتونیم صفحه اینترنتیشون رو بخونیم. How does that work exactly? چجوری این مسئله امکان پذیره؟ They don't write to lie to us. به این راحتی میان دروغ هم میگن بهمون. The webpage is archived, thankfully, and the fact sheets show Defense Department funding to laboratories in Ukraine. میگه خوشبختانه صفحه آرشیو شده و نشون میده که چجوری دارن به این آزمایشگاه های بیولوژیکی در اوکراین کمک میکنن. So that looks like proof. It's not Russian disinformation. خب این خودش به نظر مدرک و سند میاد دیگه، این دیگه اطلاعات غلط روسیه نیست. It's totally real. Sorry USA Today, America's newspaper. میگه به نظر کاملا درست میاد، بعدم میگه که خیلی متاسفم روزنامه USA Today. It's real. متاسفانه درست بود خبر. You can look it up on the internet. میتونی تو اینترنت بگردی. اگه دوست داری. In the face of that evidence, the Pentagon is still lying about it. با توجه به اینکه همچین مدارک و اسنادی موجوده، هنوز پنتاگون داره در موردش دروغ میگه. And in fact, they're repeating the same unbelievably stupid and now thoroughly discredited lies the fact checkers have told for weeks now. یعنی در حقیقت اونا دارن همون دروغای احمقانه ای رو تکرار میکنن که خودشون از اعتبار میندازه و همون دروغایی که روزنامه های مختلفی که حقیقت سنجی کردن چندین هفته است دارن به خورده ما میدن.
Here's the spokesman for the Pentagon, John Kirby, today. این صحبت‌های جان کربیه که به عنوان سخنگوی پنتاگون صحبت کرده. The Russian accusations are absurd. They're laughable. اتهاماتی که روسیه دارن میزنن بسیار ناراحت کننده است و از سوی دیگه هم بسیار خنده داره. And you know, in the words of my Irish Catholic grandfather, در حقیقت پدر بزرگ ایرلندی کاتولیک من یه اصطلاحی داشت که میگفت a bunch of malarkey. یه مش خزعبلاته. There's nothing to it. هیچ حقیقتی درونش نیست. It's classic Russian propaganda. همون پروپاگاندای کلاسیک روسیه. And I wouldn't if I were you I wouldn't give it a drop of ink worth paying attention to. اگه جای شما بودم حتی یک قطره از جوهر خودکارمو خرجش نمی‌کردم که بخوام در موردش چیزی بنویسم. Yeah, but can you explain to us what it, has there been any relationship between the Pentagon? میشه به ما توضیح بدید که آیا هیچ ارتباطی وجود داشته بینه که میاد تو صحبتش میگه که نه ما باش ارتباطی نداشتیم. Not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. ما به هیچ عنوان هیچ سلاح بیولوژیکی رو در داخل اوکراین در حال تهیه یا تولیدش نبودیم. همچین اتفاقی نیفتاده. If I were you, I wouldn't devote a drop of ink to it. First... اگر من جای تو بودم یه قطره از جوهر خودکارم رو حرمش نمی کردم. So you didn't get to make that decision, Mr. Bureaucrat. آیه اداری شما در جایگاهی نیستین که همچین تصمیمی رو بخواییم بگیرین. Have a free press in this country. هنوزم مطبوعات آزاد تو این کشور قانونش وجود داره. You don't get to decide. شما حق تصمیم گیری ندارین. But you'll notice at the end of that Kirby refuses to answer the question. ولی فهمیدین که حالا تهش جان کربی از زیر جواب دادن به سوال شونه خالی کرد. Has there been a relationship between the US Pentagon and a bioweapons facility in Ukraine? آیا سوالی بودش که آیا ارتباطی بین پنتاگون و آزمایشگاهی بیولوژیک در اوکراین وجود داره؟ If so, what is that relationship? اگر ارتباطی وجود داره این ارتباط رو برای ما معنی کنید که چه نوع ارتباطیه؟ That's Russian disinformation. What's the answer? این اطلاعات غلط روسیه. خب حالا جواب چیه؟ We're not developing WMD in Ukraine right now. Okay. ما WMD در اوکراین تولید نمی کنیم الان. Okay, got it. خیلی خوب فهمیدیم. But why are we funding this and what exactly are we funding? اما ما چرا داریم پولشو میدیم و در حقیقت داریم پول بابت چی میدیم؟ We reached out to the State Department separately and they provided us with this very carefully worded statement. ما خودمون تماس گرفتیم با وزارت امور خارجه و اونا سعی کردن که یک جوابی که خیلی کلماتش با دقت کنار هم چیده بودن رو تحویل ما بدن. Quote, the US Department of Defense does not own or operate biological laboratories. وزارت بله US Department of Defense وزارت دفاع ایالات متحده هیچ عملیات بیولوژیکی رو یا هیچ لابراتواری در اوکراین نداره. In Ukraine. Not that anyone said they did. میگه خوشبختانه هیچ کس تاله نیومده بگه ما هم چیزی داریم. Continuing the quote. ادامه میدیم نقل قولو. Under Secretary Nuland was referring to Ukrainian diagnostic and biodefense laboratories during her testimony which are میگه اون چیزی که خانم نولاند در موردش صحبت میکرد اشاره داشتش به مرکز تشخیص و دفاع بیولوژیکی لابراتوارهای مرکز تشخیص و دفاع بیولوژیکی در اوکراین که ایشون در حین اون شهادتش داشت به شهادت آره دیگه تستیمونی شهادت میدن در طی صحبتاش داشتش اشاره میکرد منظور اونه. What's the difference? میگه اما منظورش حالا ساختمون ها تجهیزات سلاح های بیولوژیکی نبوده. Exactly. Continuing the quote.
یار فرقش چیه؟ لطفا به ما بگید. دلش کن بریم ادامه نقل قول. These institutions counter biological threats throughout the country. این مؤسسات در حقیقت خطرهای بیولوژیکی رو در داخل کشور محدود میکنن. منظور اینا بیشتر مبارزه میکنن. End quote. So that means nothing. خب یعنی هیچ معنی نمیده. You could describe our nuclear stockpile correctly as defensive. شما میتونید که اون ذخایر اتمی ما رو هم به عنوان ذخایر دفاعی ازش نام ببرید. Nuclear weapons are not designed to preemptively kill anybody. خب سلاح اتمی هم که طراحی نشده که از همون اول کسی رو بکشه که. They're designed to prevent other people from killing us. But اون طراحی شده واسه اینکه جلوگیری کنه که آدمای دیگه نیان ما رو بکشن. Still nuclear weapons. ولی به هر حال اسمشون سلاح اتمیه دیگه. So why don't you stop lying and telling us what's going on here, and why don't you more specifically tell us why you didn't secure. میگه کی میخواین دست از دروغ گفتن وردارین و ما بگین اینجا چه خبره؟ مخصوصا که توضیح بدید که چرا اون آزمایشگاه رو نتونستید یه جوری شرایطش رو امن کنید. اون متریال یا اون موادی رو که داخل آزمایشگاه هستن چرا نتونستین یه جوری امنش کنید که منظور اینه که دست نامرد نیفته یا اینکه نیاد بیرون مردم بکشه. So yes, we're funding secret biolabs in Ukraine. بله خب پس ما داریم از آزمایشگاه‌های مخفی بیولوژیکی در اوکراین حمایت مالی می‌کنیم. بله اما اونا مراکز شناسایی و مبارزه با سلاح‌های بیولوژیکی هستند در اوکراین. داره صحبت همون وزارت دفاع میگه. Okay. If these are purely defensive labs, اگه اینا واقعا لابراتوار دفاعی هستن، why was Torian Newland so concerned that Russians would get a hold of the materials from these facilities? اگه واقعا اینا آزمایشگاه‌های دفاعی هستن، چرا انقدر خانم نیولاند نگران بود که ممکنه دست روسیه به اون مواد و مطالبی که داخل این آزمایشگاه هستند دست روسیه به اونها برسه؟ Other world powers have come to the obvious conclusion. Again, we بقیه قدرت‌های دنیا هم تقریبا به همین جنبندی رسیدن. This, but واقعا خیلی بدم میاد و متنفرم که این کار انجام بدم. Under these circumstances, we asked our own spokespeople. اما با توجه به شرایط فعلی ما اومدیم از سخنگوی خودمون پرسیدیم. They lied. اونا ما دروغ گفتن. We're going to the foreign ministry of China, a country we despise. حالا میریم سراغ کشوری که ما ازش بدمون میاد. سخنگوی وزیر امور خارجه چین. In Ukraine, but their diagnostic and biodefense laboratories that counter biological threats. فهم خود عقب. Okay. If these are purely defensive labs, why was Torian Newland so concerned that Russians would get a hold of the materials from these facilities? Other world powers have come to the obvious conclusion. Again, we hate to do this, but under these circumstances, we asked our own spokespeople. They lied. We're going to the foreign ministry of China, a country we despise. بله، foreign minister of China، وزیر امور خارجه چین که کشوریه که ما ازش بدمون میاد. Here's what they said today. این حرفی که اونا امروز زدن. They're calling on weapons inspectors to take a look at these facilities in Ukraine right away. اونا همین الان دارن سعی میکنن یه سری بازرس‌های خاص بفرستن اونجا که بره داخل این آزمایشگاه رو نگاه کنه و سر در بیاره چی و چیه. Over the past two decades, the United States has been blocking the establishment of a verification regime to the Biological Weapons Convention. در طول دو دهه گذشته ایالات متحده سعی کرده که تا اونجا که میتونه جلوی این بازرسی ها رو بگیره تا نتونن وریفای کنن، تایید کنن که داخل اون مرکز داره چه اتفاقی میفته. And refused to accept the inspection of biological facilities within and outside its borders. و با هر گونه بازرسی مراکز لابراتوارهای بیولوژیکی چه در داخل ایالات متحده چه در خارج ایالات متحده مخالفت کرده. The move has further aggravated the concern of the international community. We once again urge the US to provide full clarification. این مسئله باعث شده که همه کشورها رو نگران کنه و ما بار دیگه از آمریکا میخوایم و میخوایم بهش فشار بیاریم که of its biomilitarization activities within and outside its borders and accept multilateral verification.
که قبول بکنه که بازرسی از مرکز داخل کشور و خارج از کشورش انجام بشه و همچنین از یک حالا چی بذارم اسمشو وریفیکیشن، از یک تایید چند جانبه برخوردار بشه، یعنی کشور مختلف یک گروهی بیان آزمایشگاه رو بررسی کنه، آزمایشگاه رو ببینن دارن چیکار میکنن و یک تاییدی بکنن که خطرناکی این اتفاقات یا نه. Oh, they're putting Russian Chinese propaganda on the screen. میگه اونا دارن پروپاگاندای چینی و روسی رو روی صفحه تلویزیون پخش میکنن، میگه فردا در مورد خودشون میگن. Yeah, we did. آره کردیم این کارو. We also put US government propaganda on the screen. حتی پروپاگاندای دولت آمریکا رو روی صفحه پخش کردیم. And the difference is we expect to be lied to by foreign governments. اما مسئله اصلی اینه که ما توقع داریم توسط دولت‌های خارجی به ما همیشه دروغ گفته بشه. ما که گلوبالیست نیستیم، ما یک کشور داریم اسم اون کشور ایالات متحده آمریکاست. We do not expect to be lied to by our government and we won't accept it. ما توقع نداریم که از دولت طرف دولت خودمون به ما دروغ بگن و به هیچ عنوان اون دروغ رو هم نمیپذیریم، قبولش نمیکنیم. But let's get to the substance of what the Chinese government just said. We never agree with the Chinese government on anything, but in this case they make a fair point. یعنی بریم سراغ اون موضوع اصلی که دولت چین این وسط گفت. ما هیچ موقع به حرف دولت چین کاری نداریم، ولی اینجا یک نکته‌ای که گفتش نکته به نظر من جالبی بود، نکته عاقلانه‌ای بود، نکته درستی بود. We now know that dangerous biological agents, whether you call them weapons or not, is completely irrelevant because they can be used as weapons. میگه الان ما میدونیم که این عوامل بیولوژیکی بسیار خطرناکه، حالا اینکه ما بخوام اسمونو چیز دیگه بذاریم چیز احمقانه، وقتی خطرناکه یعنی میشه به عنوان اسلحه هم ازش استفاده کرد. Is a gun a weapon? Not when you're quail hunting. میگه آیا تفنگ چیز خطرناکیه وقتی باش میری شکار بلرچین؟ نه. In a gunfight it is. و اما وقتی درگیر مسلحانه پیش میاد معلومه. It's a ridiculous semantic debate. یه بازی احمقانه لغات، معنی لغات که مثلا بگی آقا این دفاعیه یا دفاعی نیست، تهاجمیه. Dangerous biological agents remain thanks to the Biden administration unsecured in a chaotic war zone. عوامل بیولوژیکی خطرناک با تشکر از کابینه بایدن به صورت غیر به صورت ناامن در یک جنگ بسیار بزرگ در اوکراین گیر افتاده. At some point we need to know how that happened. یه جوری ما باید بفهمیم چجوری این اتفاق افتاده. Who made those decisions? We have a right to know. کی این تصمیم رو میگیره؟ ما حق داریم اینا رو بدونیم. And let's hope someone in Congress, apparently not Marco Rubio, but someone else, will get to the bottom of it. امیدواریم یه نفر حداقل در کنگره، حالا یه نفر قطعا مارکو روبیو نیست، اما یه نفر بره تاوتو قضیه رو در بیاره. But in the meantime we pray that somewhere in the United States government there is an adult. این وسط ها ما دعا میکنیم که یه نفر در دولت ایالات متحده حداقل یه نفر یه آدم بالغ وجود داشته باشه who cares enough to get this situation under control immediately. که انقدر شجاعت داشته باشه که بیاد این وضعیت فعلی رو سریعا تحت کنترل در بیاره. Hey, Sean Han- بله بازم طبق معمول طولانی شد، اما فکر کنم که ارزشش رو داشت. یکی از بحثایی بودش که متاسفانه این درد دل خیلیاتون هست، ولی فکر نمی‌کنم هیچ کی اندازه من این درد دل رو داشته باشه. بعضی از اخبار هستش که سندش رو می‌ذاری، خود یارم میاد میگه من انجام دادم، باز فضای مجازی میان با آدم میگن آقا داری فیک نیوز کار میکنی. حالا اصلا کار ندارم، اصلا نگی قصه نخورین، چون من اصلا ذره اهمیت نمیدم به اینکه چی دارم میگم. فقط بعضی موقع خندم میگیره که بعضی مواقع آدم چقدر چشاشو محکم میبنده، دستاش هم میذاره روی چشاش، نگرانه که نکنه لای انگشتاشو باز بکنن یه روشنایی به چشش بخوره. اینم جز مواردی هستش که حالا الان قصدی گذاشتم براتون اینو که بخش
کامل این برنامه رو گذاشتم واسه این داستان، برای اینکه خیلی از آدم ها هستن که این بحث ها میادش، انقدر روسیه آدم کثیفی، پوتین آدم کثیفی است و روسیه انقدر ظلم به ما و خیلی کشورها دیگه انجام داده که وقتی اسمش میاد اصلا نمیخواد کسی گوش بکنه. بابا اونور خیابون هم دارن یه سری کاره بد انجام میدن که امیدواریم هرچه زودتر تا نوام گنده بیشتری نزنن، نوام بیا دولت عوض بشه، دوباره جمهوری خواه بیان سر کار رو بتونن یه علکی بکنن. یه خورده آمریکا رو اگه درست کنن خیلی کشور دیگه هم به تبع آمریکا وضعیتش درست میشه، از این مشکلات میان بیرون. انقدر ویدیو طولانی شده، خیلی دوست داشتم یه خورده دیگه در این رابطه حرف بزنم ولی میدونم خسته کننده میشه، میذاریم برای یک برنامه دیگه. اما ممنونم که با اخبار امشب منو همراهی کردید. اگر تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید، لطف کنید گزینه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید که بیشتر با هم دیگه باشیم. و اگر از ویدیوی امشب ترجمه یک دو جاش، بچه واقعا خسته بودم گوشم نمیشنید، ممکنه صوتی داده باشم ولی کلیتش درسته، ممکنه یه مقدار کلمه معنی شبیه خودش نباشه، اساتید بعدن بگن ممنون میشم. و اینکه اگر به حال راضی بودید لطف کنید لایک بزنید، در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. هر جستید خوب و خوش و سلامت باشید، لبتون خندون، دلتون شاد، تا درودی دیگر بدید. خدا نگهدار.